یه بار پدر بزرگم و مادر بزرگم دعواشون شد. دعوا که بالا گرفت، دندون مصنوعی جفتشون از دهنشون پرت شد بیرون. جمع کردم و دادم بهشون. قاطی کردن که کدوم مال کی بود. بابا بزرگم گفت ها اون که ریحون به چسبیده مال منه. داشت به خیر خوشی تموم شد که مادر بزرگم گفت ما که ریحون نداشیم. باز رفتی بیرون تنهایی کباب خوردی، جز جگر گرفته دوباره دعوا گر گرفت. نه کسی که همه فهمیدن که تو داری دعوای بین قوای نظام رو بگی دیگه. یه روز دولت و مجلس، یه روز قوه قضاییه و دولت همه قاطی کردن که کی به کیه، ریحون مال کیه، دعوا مال کیه. بگذاریم سوال اول، مدتی از حال مقام عظما خبری نیست، حالشون چطوره؟ تو اصلا نگران حالشون نباش. حالشون الحمدلله خوبه. الحمدلله تازه موکتش کردن این حالو. آقای دکتر خواهش میکنم بحثو غیر جدی نکنین. من یه جوری به سرم میزنه که نکنه ایشون آلزایمری چیزی گرفتن. همه علائم اینو نشون میده. مثلا این ظریف رفت و برگشتش بالاخره چی شد؟ برای نظام این همه هیاهو داشتیم، برگشتیم دوباره سر جای اولمون، ضرر داشت، نفت داشت، چی شد بلده؟ عمران اگه برگشته باشیم سر جای اولمون، سکه یه پولی ملان تو منطقه و دنیا اعتبار برامون نمونده که. اختیار دارین، اینجا رو اجازه بدین مخالفت کنم. این ظریف مشنگ به اون ریش غیر جدیش اعتبارش کجا بود که با رفت اومدش بی اعتبار بشیم آقای دکتر؟ تو به مشنگی و بی اعتباری خودش کار نداشته باش. وضعیت داغون نظام رو نشون میده. آخه مورچه چیه که کله پاچه چی باشه؟ اتفاقا مورچه کارش همینه. و اون عبوی همیشه میفهم بودن بزن با هادون. عرض میکردن بله. میفهم بودن که از مشنگه پرسیدن قوی ترین حیوان جهان کدومه؟ گفت مورچه. گفتن چطور؟ گفت یه بار رفته بود تو پریز برق، انگشتمو کردم که درش بیارم، یک لگدی بهم زد که 10 متر پرت شدم عقب. روشن شد یا برفستم سراغ پریز برق. پس به خاطر همینه که مقام عظما هم منتش کشید و باج داد. آره دیگه، باج به خاطر چیزای دیگه است که نظامو بدبخت کرده، اما این مشنگ میذاره به حساب خودش. حالیش نیست که چه بلایی سر نظام اومده. من اون عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن مشنگه تو جاده رانندگی میکرد و آواز میخوند برای خودش. باباش یه 5 تومانی در آورد گرفت به سمتش. مشنگه خوشحال شد. گفت ای جان شاباشه. باباش گفت نه احمق، رسیدی به عوارضی. حالا این مشنگ ما فکر میکرد که با این ادا و اطوارا خرش از پل میگذره و صفا میکنه برای خودش. خبر نداشت که اون بر پل همسفر و یارش فقط یه خره، مجبور میشه دوباره برگرده به آغوش ولایت. آیا دکتر اینو ول کنیم، داستان تلخ FATF. کاش رفت آمدش مثل رفت آمد ظریف یه باره بود. هی میره هی میاد، هر بارم سخت‌تر میشه. چرا ما مثل همه کشورها امضا نمی‌کنیم راحت بشیم؟ تو گرفتی ما رو. ما چیمون مثلا به همه کشورها میخوره که FATF مون بخوره؟ مثلا بقیه مثل ما مجمع تشخیص دارن، شورای نگهبان دارن، ولی فقی دارن. اینا به جای خودش، بحث من مشخصا در مورد FATF. در مورد FATF هم اگه پول سپاه و حقوق حسن نصرالله و پول تو جیبی بشار اسد و سهمیه قاسم سلیمانی و عملیات برون مرزی رو ندیم، خب میخمون کشیده است دیگه. نه قربونه، نسخه بقیه رو واسه ما نپیچ. برای بابایی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن که بابای اومد خونه همه لوازم پیتزا رو خریده بود، یه کتاب آشپزی هم روش، همه مراحل رو یکی یکی با دقت رفتن جلو. پنیر رو که رنده کردن، قارچه رو که خورد کردن، همه چی رو منچب دیدن روی این خمیره، دقیقه 90 یادشون افتاد که اصلا فر ندارن. روشن شد یا برفستم دنبال طبخ پیتزا. آی دکتر بالاخره 4 ماه مهلت دادن، این که دیگه باید خوب باشه. این مهلت رو اگه نمیدادن برده بودیم. الان تاریخ دادن که بلایی سر بود بیا سر اون تاریخ که قدر تحریبا رو تازه بفهمیم. تو دیدی زبونشون رو نمیفهمیم؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله. میفهمودن که مشنگه زبونش تو دستگاه آبربانک گیر کرده بود، با همون دستگاه برش داشتن بردن بیمارستان اورژانس.
اونجا بالاخره ازش پرسیدن که زبونت تو دستگاه چه کار میکرد. گفت والا کارتو که وارد کردم. اونجا گفتش که زبان خود را وارد نمایید. آیه دکتر نمیشه دیپلماسیمون رو به کار بگیر و یه تفاهمی نشون بده؟ دیپلماسیمون همونه که تو سوال قبلی داشتی صحبتشو میکردی دیگه. قهر و آشتی اون ظریف مشنگ اینو به کار بگیری. بله بله. همه کارامونو کردیم. الان داریم تنبیهشو میشیم. من اون عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن که معلمه داشت حواس پنجگانه رو میپرسید. گفت اون حسی که به چشم مربوط میشه چیه؟ بچه پر رو من نمک بریزه. گفت چشایی. گفت خب پس اونی که به بینی مربوط میشه چیه؟ بچه گفت بینایی. معلمم هر دو تا گوشو گرفت عکس هم پیچوند. گفت اینم حس گوشمالی. آیه دکتر از اینم بگذاریم. مرام مرام کلاغ. آره نه به خاطر سیاییش، به خاطر یرنگیش. حالا مرام مرام مقام عظما نه به خاطر بدبختی و فلک زدگیش، به خاطر این که به فکر بدبختتر از خودش هم هست. با این که بدبختی از سر کولش میره بالا، حالا رئیسی رو که تو انتخابات ریاست جمهوری این براندازا محکم کوبیدن تو پوزش، سکه پولش کردن، معرفی کرد داره ریاست قوه قضاییه. همه بدنامی و سوء سابقش هم به جون خرید. خیلی مایه گذاشت. دیدی دوباره زدی به دیوار، همچین کشیدی که کل ماشین خط افتاد. حسن و حسین کار کردی. اولا مقام عظما هنوزم تیز نمیگه، سبک سنگین داره میکنه. ثانیا خودش هم بدبختره هم بدنامتر از رئیسی. بی خود اینجا موقعیت مقام عظما رو زیر سوال نبر. ثالثا به خاطر مرام نبوده، انگار مثلا آدم های خوشنام صف کشیدن که از توشون انتقاب کنه بگه اون بیا جلو. مثلا قبلیه کم بدنام بود اما کسی رو نداره، مجبوره. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن بابای از ماشین پیاده شد، در واسه پسرش باز کرد. پسره گفت افداد چم بابا جون، چقدر رومانتیک، عین فیلم ها. بابای گفت زر نزن بینم، در ماشین خرابه، فقط از بیرون باز میشه. آقای دکتر نه سب کن سب کن، ناراحت نباش، آروم باش، خونسرد باش. بله بله باشه میفهمون آقای دکتر. آها ناکس، فکر کردی من میذارم دعوار تو شروع کنی؟ آقا قربونه دارم با دست ما باشه. اونی که کفتی اول بزنه تو دعوار برنده است. نمیذارم تو